شهرام شارلاتان یا روایت شهرام همایون در یه گفتگویی با آقای عبدالستار دوشوکی میگه که سالها پیش شاهزاده رضا پهلوی یه نامه‌ای در تقدیر از فعالیت‌های او داده که اگر بخواد به او پس میده. نگاه شما رو میخوام به این خزعبلات و این بشه. خب حالا من نمیدونم نامه‌ای که شاهزاده رضا پهلوی به ایشون داده چیه و درش چی نوشته، ولی از اگه نظر منم بخواه این قطعا یکی از همون اشتباهاتیه که شاهزاده رضا پهلوی تا حالا کم هم اشتباه نکرده. یکیش همینه، به یک همچین عناصری ایشون اعتماد میکنه. خب ما فقط هم اعتماد ایشون به یه آدمی مثل شهرام همایون نبوده، یه آدمی شما برید ببینید مثلا شاهزاده رضا پهلوی چجوری اعتماد کرده بودن به یه آدم حکمباز شارلاتان بی سواد پشت هم انداز مثل ویکتوریا آزاد. خب دیدیم که چجوری تو همین جنبش اخیر از پشت به ایشون خنجر میزد. خب این ویکتوریا آزاد. بسیار دیگه هستن یه موقعی به شاهزاده رضا پهلوی نزدیک شدن. شما برید نگاه کنید یه آدم کلاش و حقوقبازی مثل امیر عباس فخرآور، اون شورای ملی ایرانی، شورای ملی ایرانی ها، شورای کلان. خب برید نگاه کنید یکیش امیر عباس فخرآور بود، یکیش کنگره ایرانیان، کنگره ایرانیان بود. نه کنگره نه، شورای ملی ایران. اون عرض میکنم نه خیر، اون یه چیز متفاوتیه. شاهزاده رضا پهلوی هم درش حضور داشتن، یه آدم ها جوالقی مثل این بودن، مثل رضا تقی‌زاده بود. و اون در واقع خب دیدین که بلا فاصله هم اینا انشعاب کردن و مثلا اینا محلی از اعراب دارن. خب شما برید برید نگاه کنید برید امروز چه در پوشش به اصطلاح حمایت از نظام سلطنتی رضا تقی‌زاده چجوری بر علیه شاهزاده رضا پهلوی است. و خب بسیاری کسان بودن در طول این سالها که به شاهزاده رضا پهلوی نزدیک شدن یا اعتماد ایشون رو به خودشون جلب کردن. اینا به نظر من جزء اشتباهات شاهزاده رضا پهلوی بود. حالا ممکنه یه نامه‌ای هم به این شهرام همایون داده باشن یا از یه کوشش‌هایی از ایشون تقدیر کرده باشن. و به نظر من با شخصیتی که شهرام همایون داشت ایشون نباید چنین کاری رو میکرد. حالا اگر کردن هم جزء اشتباهاتی شده و ما همه اشتباه میکنیم، همه همون از جمله ایشون. ولی شهرام همایون با حقه‌بازی و شارلاتانی این رو مطرح میکنه، ملاحظه میکنید؟ و به نظر من همونجوری که قبلا هم گفتم شهرام همایون هم یکی از کسانی است که آدمی است بی منصب و بی هویت و هر جوری میتونه رنگ عوض کنه. همان که در یک سال گذشته بیشترین دشمنی رو با شاهزاده رضا پهلوی شهرام همایون داشته. میدونیم تمام دشمنان شاهزاده رضا پهلوی رو بهشون میدون، از حسن اعتمادی که دشمنی خاص و ویژه‌ای با شاهزاده رضا پهلوی داره. اتفاقا حسن اعتمادی هم یکی از کسانی بود که به شاهزاده رضا پهلوی نزدیک شد اما نتونست به مطامع خودش بره. یک. دو، میدونیم که مثلا یک کسایی مثل همین امیر عباس فخرآور رو بهش میدوند. به اون یارو یه دشمن دیگه شاهزاده رضا پهلوی، اون یارو جوالق، امید نادان. فکر کنید امید نادان رو بهش میدون بدی، یه عامل رژیم که استادگی میگه چی میدونم شاهنشاه خامنه ای، نمیدونم کوروش خامنه ای و نمیدونم سپاه پاسداران رو میگفت گارد جاویدان شاهنشاه، نمیدونم خامنه ای و از این خزعبلات. خامنه ای کوروش زمانه و مزدور کثیف رزل رژیم. و اینو میره بهش میدون، این صاحب اندیشه ایه. میریم میبینیم میرفت از اون طرف دشمنای شاهزاده رضا پهلوی، علی جوانمردی، یه آدم کثیف پلید. شما ببینید چه جوری به این میدون میداد. تمام دروغ‌های
علی جوانمردی رو کی رله می کرد؟ شهرام. غیر از اونا برید شما ملاحظه کنید ببینید ظارف اومنی یک منبع کثیف اطلاعات است، مهدی خزعلی، کی مونده که اینا شهرام همایون که با شاهزاده رضا پهلوی دشمن نباشه و این بهش تریبون بده؟ همه دشمنان تریبون بده. نگاه کنید رسید به کی؟ به یه آدمی مثل حسن دایی. برای دشمنی با رضا پهلوی به حسن دایی هم تریبون. این آدم همه یه تلاشش رو میکنه که به اینا تریبون بده. یادتونه یه دولت موقتی داشت، تشکیل داده بود دولت موقت، یادتونه؟ با آقای کنگل از شاهزاده رضا پهلوی جدا شده بودن، بلافاصله این دولت موقت تشکیل داد. خب این نتیجه دولت موقت چی شد؟ به مردم ایران هم بگین دیگه. 200,000 دلار پول ساختن رفتن. شب حالا من اونش اطلاع ندارم، ولی در هر صورت خودشون گفتن که اینا می‌کردن، ادعایی که اینا، حالا ممکنه اینا همشه دنبال این داستانا هستن، ولی ادعاهایی که ایشون می‌کرد کدومش یک واقعی؟ ببینید آقای بهبهانی باید اینا رو در نظر گرفت و از نظر من ببینید شهرام همایون در دشمنی با شاهزاده رضا پهلوی از چیزی در طول یک سال گذشته فروگذار نکرد و برنامه های او دقیقا به نظر من خدمت به رژیم نکبت اسلام. این نظر من. بله همچنین من میگم بالاخره 23 سال دارم این کار میکنم، یکی اینا اومدن تلویزیون درست کردن، چی درست کردن، چیا بودن، کیا بودن، چطوری بودن، خب همه رو دیدم، همه شون آشنام و میدونم. اما این میونه آقای مصداقی یه سری گروه ها، احزاب، نمیدونم جریاناتی هستن که از شاهزاده رضا پهلوی ظاهر حمایت میکنه، مثل شورای پادشاهی خواهان یا حزب نهاد پادشاهی. اینا کیان؟ چی میدونی و آیا میشه واقعا به اینا اعتماد کرد؟ اینا کسایی نیستن که فردا دوباره بگیم شاهزاده اشتباه کرد؟ چیه داستان؟ اما از اون که خب اینا به نظر من تا اونجایی که من میدونم ربطی به شاهزاده رضا پهلوی نداره. امروز میدونید که هر کسی میتونه، یا من دیدم دیگه، هر کی میشینه یه عکس شهبانو پرای پهلوی یا عکس رضا شاه یا عکس محمد رضا شاه یا شهبانو محمد رضا شاه یا رضا پهلوی رو میذاره پشتش، هر خزعبلاتی رو میاد میگه. ببینید متاسفانه هیچ جایی، هیچ منبعی نیست در کنار خاندان پهلوی، در کنار شاهزاده رضا پهلوی که در واقع به این نوع امور بپردازه. ببینید من نباید راجع به این چیزا توضیح بدم. بایستی شاهزاده رضا پهلوی دبیرخانه‌ای داشته باشه، شاهزاده رضا پهلوی باید سخنگویی داشته باشه. حالا ایشون دارای کارمند و دبیرخونه و نمیدونم حقوق بگیر نیستن، اما میتونن همین کسانی که برای ایشون داوطلبانه کار میکنن میتونن تشکیل چنین چیزی رو بده. نیاز هست شما وقتی میخواهید یک نقشی توی جامعه بازی کنید، به هر ترتیبی در واقع باید ارتباط ارگانیک با جامعه داشته باشید، باید بدبستون داشته باشید، بایستی در واقع کسانی که به نام شما یا از اعتبار شما استفاده میکنن بایستی اینا شفافیت سازی بشه، بایستی راجع به اینا توضیح داده بشه. چون ببینید دوستان عزیز، هر کسی میتونه یه عکس شاهزاده رضا پهلوی، شاهبانو فرای پهلوی یا رضا شاه یا محمد رضا شاه
یا تلفیقی از اینا رو بذاره پشتش و هر کاری بکنه و هر چیزی بگه و هیچ ارتباطی با اینا نداشته باشه. ببینید از نظر بله منم اینا رو دیدم در طول سالهای گذشتم، انواع و اقسام ادعاها از سوی نمیدونم شورای پادشاهی خواهان، یه موقعی یکی اون آقای بهمن شیروانی زاده، ایشون میگفت سرهنگ و سرهنگ بهمن شیروانی زاده. من دیده بودم اتحاد همین شورای پادشاهی خواهان میومدن یک خزعبلاتی رو مطرح میکردن در ارتباط با نمیدونم تظاهرات در داخل کشور در خیابان نمیدونم به نام اینا مطرح میکردن پهلوی یا نمیدونم ولی عصر کنونی، بعد نمیدونم تو خیابون مردم حضور پیدا کنن از شهرستان ها بیان توی پیاده رو فقط راه برن. ما فکرش کن یه مش آدم علاف، یه مش آدم بی‌هویت. بعد ما این عملیات ها رو که انجام میدیم در ارتباط با رهبران میدانی در ایران، کدوم رهبر میدانی؟ اگه رهبر میدانی هم باشه حتما وصل به وزارت اطلاعاتی. ببینید این آدما اگه سر سوزنی صداقت باشن مطلقا از این ادعاها نمی کنن. کسانی که این حرفا رو میزنن، کسانی که این ادعاهایی رو میکنن، به طور قطع و یقین میگن، تجربه من میگه، موی سفیدم در این راه میگه، در بهترین حالتش حق بازم شهید، موی سفید من میگه در بهترین حالت حق بازن و شیاد. کدوم ارتباط ارگانیک؟ کدوم رهبران میدانی؟ اتفاقا این ادعاهای صد من یغاز میتونه در ایران مشکل ایجاد کنه، میتونه ادعی رو فریب بده، میتونه ادعی رو در دام دستگاه اطلاعاتی و امنیتی قرار بده. ببینید دوستان عزیزم، شما نگاه کنید آقای شارمهدو چجوری جونش در خطره، با همین ادعاهای صد من یغاز بوده. نگاه کنید دوستان، چیزی به عنوان شورای پادشاهی خواهان وجود خارجی نداره، اینا همش ادعاهای صد من یغازه. یه ادعایی هم مثلا همین که رو گفت نهاد پادشاهی خواهان، کدوم نهاد پادشاهی خواهان؟ تو فضای مجازی اینا میان یه مشتی از این نمیدونم خالقان با جیا، بعد نمیدونم اطلاعیه به خودشون القاب هم میدن، این دکتره اون نمیدونم فلانه و بیسار، یه مشتی خالقان باجی از اون برم یه مشتی از اینا. اینا کوچکترین ارتباطی با جامعه ایران ندارن، کوچکترین ارتباطی با نمیدونم داخل کشور ندارن. حتی اگه داشته باشن، حتی اگه داشته باشن، امیدوارم نداشته باشن، حتی اگه داشته باشن در واقع با دستگاه امنیتیه یا ایجاد تسهیلات برای دستگاه امنیتیه یا به دام انداختن آدمای ساده دل در داخل کشور. یادتونه من یه موقعی توضیح دادم، مقاله نوشتم آقا هر کسی با انجمن پادشاهی که یه موقعی آقای جمشید شارمت میگفت ارتباط داره ارتباطشو قطع کنه، دستگاه امنیتی پشتشه ها. آقای جمشید شارمت هم تجربه کسب کرد. ببینید دوستان عزیزم، همه اینا نهاد پادشاهی خواهی، شورای پادشاهی خواهان، نمیدونم این که هر روز اطلاعیه بدی بیایید اینجا برید اونجا تظاهرات کنید، من یادمه و بعد توی رسانه ها دیدم، توی فضای مجازی دیدم، منم اینا رو میدونم. نمیدونم فراخوان میدادن برای مشهد، شیراز، اصفهان، تهران، بعد آدرس خیابونا رو میدادن از اینجا به اونجا بروید، از این خیابون به اون خیابون، انگار که مثل این چیز هست سازمان تبلیغات اسلامی 22 بهمن که میشه، عاشورا و تاسوعا که میشه، از مراکز مختلف میگه از اینجا حرکت کنید، نمیدونم از این نقاط حرکت کنید، اتوبوس هست نمیدونم به سمت دانشگاه، به سمت انقلاب، به سمت میدان آزادی، عین همونا کپی برداری از همونا میکنن، ادعی رو میندازن تو دام رژیم. ببینید اینا هیچ کدومشون واقعی نیست، اونم دارم حزب
آخه حزب معنا داره، حزب نهاد پادشاهی، نمیدونم خانم دکتر رویا عبدی، کدوم حزب نهاد پادشاهی؟ خودتون رو مسخره کردین؟ اینا واقعی نیست. آخه حزب معنا داره، حزب ارکان داره، حزب ارتباط با توده های حزبی داره، حزب رهبری میکنه. یعنی که هر کسی حزب، چهار تا الاف تو خارج کشور جمع میشن، حزب، شورا، نهاد پادشاهی، نهاد پادشاهی خواهان، نهاد پادشاهی خواهی. من دیدم اتفاقا با اینا و این خانم چیز بود، هستن اینا، خانم فاطمه خوشرو، دون عزیز دست بردارید، حاسبیشون که جور نمیشه. خانم فاطمه خوشرو تا قبلش که با شادی امین و شادی صدر رفته بود، اون دروغ و دقلها رو تو دادگاه آبان درست آبان گفتن، اون دروغ و دقلها، نمیدونم 4000 خورده ای تو آبان کشته شدن. خب تمام تبلیغات دروغ، آمار جعلی خود رژیم رو میدن که آمار واقعی رو بپوشونن، آمار واقعی رو لوس کنن. بعد نمیدونم 5 نفر به من تجاوز کردن، 5 نفر. بعد این دونم گریه میشه، اصلا نمیدونه تجاوز چیه، نمیدونه داستان چیه. بعد با نقاب اومدن، با نقاب و بازجوم اومدن، 5 نفر با من تجاوز کردن. قبل از این یه دونه بود سریا دالاییان، اتفاقا اونم یه کلاشی بود در حد همینا. این سریا دالاییان اول که اومد خارج کشور گفت چپم و چپم و چپ، بعدش ایشون تو سوئیس بلافاصله قبولی گرفت. نمیدونم چه گندی بالا آورد که بلافاصله قبولیش ازش گرفتن. این بار رفت شد نهاد پادشاهی، به این اون تاییدیه هم میداد. سریا دالاییان من علیهش نوشتم، الانم نه، 16 سال پیش، 17 سال پیش، 17 سال پیش نوشتم. این آدم یه شالاتانه به تمام معنا. آبرو حیثیت جنبش دادخواهی رو هم برد، رفت پیش کاپیتول گزارشگر ویژه، اونجا گفت از شب تا صبح، این فیلمای پورنوگرافی دیده بوده، از شب تا صبح، از خیلی عذر میخوام از حضورتون، مثل فیلمای پورنوگرافی خیلی زشت کثیف به من نمیدونم اینجوری اونجوری، حالا من اصلا تا خجالت میکشم مطرح کنم، تجاوز میکرد. بعد رژیم نکبت اسلامی اسناد و مدارک ایشون رو ارائه داد به کاپیتول سازمان ملل، تو توی سربرگ سازمان ملل اومده که این یه دونه قالتاق بوده، این رد مال غیر و جعل و کلاهبرداری، چند شب بازداشت بوده توی چه میدونم بازداشتگاه ونک. بعد این داستانا رو اومده درست. اگه شما بدونید که دروغ و دقل های من راجبش مطلب نوشتم، برید بخونید. یکی دیگه غزل امید، اون شوکت قزنفر، اسم اصلی شوکت قزنفریه، من مقاله نوشتم راجع به این، کتاب نوشته، غزل امید. رفتم گفتم آقا این شالاتان، یک حقواز فریب، اینو نخورید، این آدم دروغگوه و و و و. میرفت تلویزیون های برنامه های معروف آمریکایی، نمیدونم فلان زن رو گرفتن، دختر رو که جلوی نمیدونم میدان بهارستان جلوی مجلس اونجا چه میدونم تظاهرات کردن و فلان جنبش زنان و اینها، با چوب بیسبال اینجوری بهش تجاوز کردن، الان مرده، اینطوری شده. گفتم آقا دروغ میگه، فریب نخورید، اینا حقواز، اینا بیشرم و حیان فلانه. همین خانوم غزل امید از شوکت قزنفری بعد از اینکه میگفت رژیم اینجوری کشته، اینجوری تجاوز کرده، اینجوری با چوب بیسبال، اینجوری فلان، تو برنامه های مهم آمریکایی میرفت میگفت، پشت هم اندازی میکرد، این آدم رفت تو برنامه شام احمدی نژاد، با احمدی نژاد هم برای احمدی نژاد رفت سخنرانی کرد. من قبلش روشنگری کردم، نه بعدش.
اون غزل اون نیست، اون ثریا دالایی هم این اینایی هم که چه میدونم این فاطمه خوشرو رفت تو دادگاه آبان تو اون شو بالماسکه شادی امین و شادی صدر گفت، اینا همش دروغ بود، همش دروغ بود. الان هم که خوب میاد مطرح میکنه که آره اینا من رو ولم کردن، تو واقعا کردن، خب اینا هم خرشون اپل گذشته. ایشون هم الان چه میدونم یه موقع ترکیه بود، از ترکیه رفت گرجستان، حالا چه میدونم تو گرجستان چیکار میکنه. ایشون شده یکی از همین پادشاهی خواهان تیر. دروغ 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 دروغ. بابا این دروغ ها بیش از هر چیز به ما، به جنبش دادخواهی و به همه چیز در نمیزه. این به اصطلاح رهبران خودخوانده در خارج از کشور که با داخل کشور ارتباط دارن، با فرماندهان میدانی، اینا همش دروغ. کدوم فرمانده میدانی؟ یه آدم پیزوری تو خارج از کشور نشسته، چه میدونم اینکه تو لندن نشسته، اون یکی تو فلان نشسته، من در ارتباط با داخل کشورم با فرماندهان میدانی، برای شما مسیر تظاهرات تعیین میکنیم. اینا همشون حقوقبازن. مردم فریب اینا رو نخورید. تحت هر عنوانی پادشاه، پادشاهی خواه، نهاد پادشاهی، هر چی هست، فرقه رجوی، مسعود رجوی، فریب اینا رو نخورید. کدوم فرمانده میدان؟ من همون موقعش که انجمن محلات در داخل کشور میکردن، به دوستانم به عزیزانم میگفتم نگید، نکنید، چنین چیزی واقعی نیست و چنین نفوذی تو جامعه ایران نیست و چنین کسانی در واقع نمیتونن، نه ایرش تو بدبین. حالا دیدی نبود؟ دیدی هر دختری رو، هر پسری رو، هر کسی رو گرفتن چقدر حکم دارن؟ کوشن فرماندهان انجمن محلات، بچه های انجمن محلات تهران کوشن، اینا که فرماندهی تظاهرات رو میکردن، اینا رو که باید به عنوان محارب میگرفتن سر کوچه، سر خیابون و میدون دارشون میزدن همه رو، چی شدن؟ چی شدن؟ میتونید به ما بگید؟ وقتی که سپید قلیان اینجوری میره زندان برای یه حرف، برای یه شعار، اینایی که تمام تظاهرات ها رو سازماندهی میکردن، چرا نباید محارب شناخته بشن؟ چرا نباید اینا رو عنوان رهبران بیارن مطرح کنن؟ نه اینکه من موافقش باشم و حالا یه مشتی شیاد حقوق‌باز برم بیفتن اون برا، نه، دارم از جانب رژیم. چرا رژیم اینا رو عنوان رهبران جنبش نمیاره؟ چرا رژیم اینا رو عنوان کسانی که اون قائله رو به پا کردن نمیاره؟ چرا اینا در واقع الان تو تلویزیون اینجا و اونجا مطرح نمیشن؟ چرا اینا رو اسمشون رو نمیگه؟ آیا رژیم برای چی میپوشونه؟ دوستان عزیز، فریب نخورید. و من تجربه کار سیاسیم، تجربه کار مخفیم، تجربه میدانیم، تجربه زندانم، تجربه درگیری چهره چند سالم با دستگاه امنیتی و اطلاعاتی به من یاد داده. من که بلد نبودم، منم مثل همه شما. با من درگیر روزانم، ضربه میزنی، ضربه بوری، میری دایش پیروزی مفید و بعد میشی چی؟ آب دیده. من به محض اینکه کسی از خارج کشور بگه با هسته های داخل کشور ارتباط دارم، میگم ببین وسط هم دستگاه امنیتی هستی و بغلش هم دستگاه امنیتی، از این کار صرف نظر کن. اگه صادق این آدم هایی که گفتم از نظر من پر واضحه که دروغ میگه. آقای سنگ بهمن نمیدونم شیروان واقعی نمیگه، اینا دروغ. اینا اگه راست میگن بکشن کنار، اگه راست میگن دست از سر ملت ایران بر. اینا بیشتر آدمای اهل بزمن، نه اهل رزم.
اینا رو برای حقبازی هاشون میان مطرح میکنن. من تردیدی ندارم که اینا اهل بزمن و نه اهل بزمن. تردیدی ندارم. فقط برای ملت مشکل ایجاد. خب اگر شاهزاده رضا پهلوی دارای دبیر بلافاصله با اینا برخورد، اگر دارای سازمان کاری بود بلافاصله با اینا برخورد، حالا چی میکنی؟ برای چی میکنی؟ چرا تحت نام شاهزاده؟ چرا تحت نام محمد رضا شاه و نمیدونم شهبانو؟ چی میخوای؟ خیلی واضحه من باشم اینجوری برخورد. متاسفانه من نیستم. حالا ولی نکتهش چیه؟ به جایی که اونا برخورد کنن من باید برخورد کنم به جایی و دشمنیشو من باید بخرم. به دوستی اینا رو که نمیخرم که دشمنیشونو میخرم، اما من به خریدن این دشمنی افتخار میکنم. چرا؟ خیر و صلاح مردم ایران، خیر و صلاح اونایی که زیر اون نمیدونم فشارها دارن کمرشون هم میشه، من خیلی سلام آمانم.